من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بارز تشکر از همه شما، خصوصا آقای حیدری. موضوعی که انشاءالله امشب داریم درباره همین توسل و اهل بیت نبوتی که ما در زیارات داریم، حالا سعی میکنیم کمی بفهمیم که ما بیش میدونیم، حالا با آیات و روایات قدری بیشتر. دعای توسل خوندید و یکی از فرازهای زیبایی که داره، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، در باره حضرت خضر نبی این داستان نقل شده که یک کسی اومد پیش ایشون و گفت که من نیازی به کمک دارم. حضرت فرمودن که من الان ندارم چیزی به شما تقدیم کنم. اون کسی که محتاج بود گفت به وجه الله کمکم کنید، لوجه الله کمکم کنید. بعد ایشون فرمود که حالا که منو لوجه الله خواستید، یه چاره ای هست و اون این که منو ببرید در بازار برد فروشان بفروشید و هر پولی که گیرتون بیاد اینو بردارید، مشکلتون حل بشه. اون آقام که مستعسل بود اومد و حضرت خضر رو فروخت، پولی هم گیرش اومد، مشکلش حل شد. و اون کسی که حضرت خضر را خرید، این مولای جدیدش، بهشون یه کارهایی سپرد. خیلی سریع ایشون این کار را انجام دادن، بازم یک کار دیگه داد، بازم خیلی سریع اونو انجام دادن. و چند تا کار، کاری که روزها باید طول میکشید را که حضرت خضر خیلی سریع انجام دادن، اومد گفت به ایشون که مثل این که شما آدم عادی نیستید، چه کسی هستید؟ ایشون فرمودن که من خضر نبی هستم. بعد این مولای جدیدشون گفت که برای چی خودتون رو فروختید؟ گفت اون کسی که منو ازم کمکی خواسته بود گفت لوجه الله کمکم کنید. وجه الله عظیم، وجه الله عظیم، وجه الله عظیم. بعد فرمودن که وجه الله یعنی رسول الله و علی و فاطمه، امام حسن و امام حسین هستن. منو خواسته بود به این وجوه اوجه الله و من نمیتونستم حرفشو زمین بزنم، ولذا خودم فروختم که مشکل او حل بشه. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. ما هم از اهل بیت پیغمبر میخواهیم هر خواهشی که دارید، هر آرزویی که داریم، و بهترین دعا هم این میتونه باشه که اسألک ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد، در هر خیری که محمد و آل محمد را تو خدای متعال داخلشون کردید، ما را هم در همون خیر قرار بده، و از هر شری که و از هر گزندی که اونا را دور ساختید، ما را هم از اون دور بدار. و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد. پیروان اهل بیت سلام الله علیه
یکی از بهترین خدمتگزارانشون یا کسانی که مطیع هستند به فرمانشون شهدایند و شهدا به مقامی نائل آمدند، به مقامی رسیدند که خیلی از این کارهایی که ماها فکر میکنیم فوق‌العاده است اونا برایشون آسان هست. یکی از شهدا که چند روز پیش همین شاید هفته پیش خیلی زیاد توی سوشل میدیا چرخید از یه شهیدی بود که حدود 20-25 سالشه، از شهدای با وفای مدافعان حرم. ایشون یه کلیپی داشت حدود 20 ثانیه، شاید 25 ثانیه. در اون کلیپ ایشون گفته بود که خبر شهادت منم که رسید شنیدید، نماز وحشت قبر را از طرف من بخونید و اگر حال داشتید و اگر زحمتی نبود براتون یه روز نماز قضا از طرف من بخونید، انشاءالله اونور ما جبران میکنیم. حالا همین کلیپش همین قد بود. حالا ایشون که با این یقین میگفتن که اونور ما جبران میکنیم، یه چیزهایی را اینا دیدند اونور عالم را که با یه شجاعت این چنینی همچه حرفی میزنن که اونور ما جبران میکنیم. اون روز من خودم چند تا مسئله داشتم میخواستم حل بشه، حالا گفتم قربتن الله این نمازی که ایشون درخواست کرده، نماز یه روز من بخونم. حالا قصدی نداشتم که به خاطر اینکه این مشکلات حل بشه، نه، درخواست شهید هست، درخواست جوانیست، بخونم. نماز صبح خوندم، ظهر و عصر همون روز نخونده بودم، اون 4-5 تا حاجتی که داشتم در اومد، یعنی رسید و حل شد مشکلش. خیلی از اوقات مسائلی که حل میشه به خاطر همین چیزاست، یعنی اون کسی درخواست نماز کرده، درخواست روزه کرده، درخواست کمک کرده، اینا مشکلات بزرگ، گره های بزرگ از هممون را خیلی به سادگی حلش میکنن. حالا این شهید نوکر یا خادم خیلی کوچک یا خادم خدام اهل بیت سلام الله علیهم هستن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام بر شما اهل بیت نبوت. درباره خود همین واژه اهل بیت نبوت وقتی میبینیم، اولین مقام و اولین رتبه‌ای که خدای متعال اگر به کسی داده است به پیغمبر است، یعنی اون مقام اول، رتبه اول، نور اول، هر چه شما بگید، first creation، first person، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستن، نور اول. و بازم در روایات وقتی ما میبینیم یه جایی میفرماید که خدای متعال این اسم اعظم یا علمی که هست 73 حرفه، میفرماد که 72 حرف از این 73 را من به پیغمبر دادم، به ائمه اطهار دادم، چون اینا رتبه اول را دارن، رتبه اول را دارن هستن، بالاترین مقام مال ایناست. و اون یک حرفی هم که پیش خدا هست، اون غیب الهی است که هیچ کسی به اون راه نداره، نه از ملائکه مقربین کسی از اون خبر داره، اون دیگه نزد خود خدا هستش. بازم همین مطلبی که ما گفتیم السلام علیکه یا اهل بیت النبوه، در قرآن وقتی میبینیم به خود کلام الله ذکر گفته شده، قد انزل الله الیکم ذکرن،
یعنی ذکر، یعنی خدای متعال به سوی شما ذکر را نازل کرده. حالا این ذکر چیست؟ رسولا یتلو علیکم آیات الله، ذکر را به عنوان پیامبر فرستاد که بر شما آیات خدا را بخواند. پس ذکر یعنی خود قرآن را هم ذکر گفته شده، به پیغمبرم ذکر گفته شده. بعد امام رضا سلام الله علیه این آیه را ایشون خوندن، فرمودن فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شما از اهل ذکر سوال کنید اگر نمیدانید. اشاره کردن به خودشون، فرمودن که اهل ذکر ماییم، از ما سوال کنید. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما ذکر را بر تو فرو فرستادیم تا آنچه را که بر ایشون نازل شده روشن سازیم. در کافی هم و همینطور روایات فراوانی هست که دال بر اینه که ذکر ائمه اطهارن، اهل ذکر ائمه اطهارن، راسخون فی العلم ائمه اطهارن، فاسألوا اهل ذکر ائمه اطهارن. اومدن پیش امام صادق، یک کسانی اومدن گفتن که یه سری افراد هستن اینا میگن فاسألوا اهل ذکر، یعنی یهود و نصارا هستن. امام فرمودن اگر این رو این آیه رو اینطور معنا کنید، معنیش اینه که دارن به سمت دین یهود و نصرانیت دعوت میکنن که و این درست نیست. فاسألوا اهل الذکر یعنی از ما سوال کنید، از ما اهل بیت سوال کنید، از ما امامان شما سوال کنید که ما هستیم اهل ذکر. یا مثلا در سوره زخرف یه آیه هست که اونجا میفرماید قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، که بگو پیغمبر اگر خدایی را فرزندی باشد من اولین پرستنده وی خواهم بود. یعنی مراد از این آیه اینه که نور من اولین نوری بود که خدای متعال آن را از نور ذات خود آفرید. و اگر خدایی را که از اوصاف ایشون منزه و برتر است فرزندی باشد، به ناچار من باید فرزندش باشم، در حالی که من بنده او هستم و او را از فرزند داشتن منزه و پاک می دانم. من بنده خدا هستم. اون اول شخصی را که خدای متعال خلق کرد و اون اول نوری، اول ذکری، حالا هر واژه‌ای را شما به کار ببرید، همه این آیاتی که تا حالا تلاوت شد همه حاکی بر این است که دال بر این است که اون شخص اول یا مقام اول، رتبه اول از آن پیغمبر است. که وقتی ما میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، که شامل خود پیغمبر هم میشه، بعد وقتی ایشون میان میگن معرفی میکنن که این اهل بیت من چه کسانی هستن، مقامی که خدای متعال به پیغمبر مرحمت فرمود و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یعنی در افق بلندی بود، آنگاه نزدیک شد فرود آمد، پس نزدیک، خیلی نزدیک شد، به اندازه‌ای که دو طرف یک قوس اینقدر قریب شد. حالا این قرب هم قرب معنوی است که اینجا ذکر شده. در این حال این مقام هایی که خدای متعال به پیغمبر داد، یعنی درباره بهشت در اون آسمان هفتم هستش و اون نزدیکترین و بلندترین مقامی که در بهشت هست، اونجا خدا پیغمبر را رساند. یکی از دعاهایی که مستحبه که ما در قنوت بخونیم و هم در تعقیبات نماز ظهر هست که لا اله الا الله العلی العظیم، لا اله الا الله الحلیم الكریم، سبحان الله رب السماوات السبع،
ورب الاراضین السبع، یعنی تسبیح از آن خدایی است که هفت آسمان را خلق کرد، یعنی پروردگار هفت آسمان هست و پروردگار هفت زمین. پرسیدن که این هفت آسمان و هفت زمین یعنی چی؟ فرمودند که هفت آسمان، در هر آسمان یه زمینی هست که خدای متعال پروردگار همه اون هفت آسمان و هفت زمینی که در هر کدوم از این آسمان ها هست، پروردگار همشون خدای متعال هست. و از این هفت زمین، پنج زمینش سکونت داره، اسکان داره، دوتاش سکونت و حیاتی درش نیست. یعنی یه همچی عظمتی که خدای متعال خلق کرده و ما فکر میکنیم این دنیا با این عظمتش در کل این جهان هستی به اندازه یک نقطه هم نیست، یک دات هم نیست. وقتی مقایسه میکنیم این زمین را با کهکشان ها و سیارات دیگر، این زمین وجودی نداره در میان همه این زیبایی و عظمتی که خدای متعال خلق کرده. و خود ما را وقتی مقایسه کنیم در مقایسه با این زمین و بقیه خلائق الهی، ما وجودی نداریم. وقتی میگیم الله اکبر در نماز، یعنی عظمت او را بتونیم درک بکنیم، اون که ممکن نیست. کوچیکی و حقارت خودمون را بتونیم بفهمیم در عظمت و بزرگی و زیبایی این کائناتی که خدای متعال خلق کرده. بالاترین رتبه و مقامی که به پیغمبر خدای متعال داد، فرمود که سدرت المنتها، اون آخرین مرحله است که کسی بتونه اون برسه و غیر از پیغمبر هم اونجا کسی نرسید. و ما درباره آیات قرآن و محکم و متشابه هم که در قرآن هستش میفرماید که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب، یعنی اوست که بر بندش کتابی را نازل کرد که برخی از این آیه های استوار و محکم هستند که ام الکتاب نام دارند و برخی هم آیات متشابه می باشند. و اون کسانی که در دلشون گمراهی هست، اونا میان سراغ همین متشابهات. بعد می فرماید که و ما یعلم تأویله الا الله، تأویل این آیاتی که متشابه هست را کسی جز خدا نمی داند. و الراسخون فی العلم، و اون کسانی که راسخند در علم و اون کسانی هستند که یقولون آمنا به، ما ایمان آوردیم به این آیات. و اینجا می فرمایند که ما اهل بیت هستیم، راسخون فی العلم، خود پیغمبر راسخون فی العلم، ائمه اطهار راسخون فی العلم، اهل بیت پیغمبر راسخون فی العلم. وقتی میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یعنی همه این عظمت ها، همه این زیبایی ها، همه این آیاتی که تا کنون تلاوت شد، همه اینا از فضائل اهل بیت پیغمبر سلام الله علیهم هستند. بعد خود خدای متعال معرفی فرمود، گفت اهل بیت را میخوای بدونید، اهل بیت نبوت را اگر میخوای بشناسید، اینا چه کسانی هستند؟ فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا کسانی هستند که خدای متعال اراده فرموده که هر پلیدی ازشون دور باشه. اینا پاک منزه، هر عیب درشون نیست، هیچ عیبی درشون نیست و اراده خدا اینطوریست.
و وقتی هم که خدای متعال معرفی می فرماید رسول الله را، می فرماید که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی ما رحمت به عنوان رحمت فرستادیم برای کل این جهانیان، برای همه جهانیان به عنوان رحمت فرستادیم. حالا همین آیه وقتی ما میبینیم، بعد روایاتی که در ذیل همین اسم مبارک پیغمبر و اهل بیت سلام الله علیهم هست، یک کسی اومد پیش امام صادق سلام الله علیه و گفت که من ابلیس را دیدم. با ابلیس که صحبت کردم بهش گفتم که چرا دست از این شیطنت بر نمی دارید، دست از این گمراهی چرا بر نمی دارید، هزاران سال است که مردم رو دارید گمراه می کنید به سوی عصیان و معصیت و دوری از خدا، دست بردارید. مگر بعد ابلیس گفت که من میدونم، ولی من امید دارم به رحمت خدا و من این اسراری را که در این جهان هست، در این آفرینش هست، اینها را هم با خبرم و از اون اسرار استفاده میکنم و روز قیامت هم که میشه من نجات پیدا میکنم، خیلی من امیدوارم. این آقا گفت که خوب اون اسرار چیست؟ وقتی این صحبت ها را که از ابلیس شنید، اومد به امام صادق سلام الله علیه منتقل کرد، امام فرمودن که حرفایی که زد ابلیس همش درست بود، امیدی هم که داره اونم درست هست، اسراری را هم که ازش با خبر هست که نجاتش خواهد داد اونم درسته. بعد فرمودن که خوب اسرار چی بود؟ گفت که به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. گفت که این پنج اسم را من میدونم و یقین دارم که وقتی خدا را بخوانم با این اسامی خدا خواهد بخشید منو. امام فرمودن درست گفت، ولی قیامت که میشه فراموش میکنه این اسما را، این اسامی را فراموش میکنه، که نتیجهش این خواهد بود که معذب و در عذاب الهی خواهد بود. در روایات داریم که افرادی صدها سال در جهنم معذب خواهند بود. حالا این کسانی هستند که پیغمبر را می شناختند، صلوات را هم می فرستادند، اهل عبادت بودند، اهل ذکر بودند، اهل یاد بودند، ولی گناه باعث میشه که ما فراموش کنیم خیلی از این اذکار و اسرار و نامهای مبارکی را که بر زمان جاری میکنیم، یه زمانی میاد که از پاک محو میشه. بعد از 400 سال 500 سال که در جهنم معذب بود، یه دفعه یادش میاد که من به پیغمبر صلوات میفرستادم. بعد صلوات میفرسته به پیغمبر و اون یاد پیغمبر، ذکر پیغمبر، صلوات بر پیغمبر باعث میشه که اونم از عذاب الهی نجات پیدا کند. خب این اسراری است که هست، این وجوهی را که خدای متعال خلق کرده، اینا همش درست. بعد درباره خود پیغمبر هم آیات فراوانی داریم. مثلا یه جایی میفرماد که وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. میفرماد که این چنین شما را ما من امت میانه آفریدیم تا بر مردم شاهد باشید و پیامبرم بر شما شاهد باشد. یعنی از این طرف همه این شهود، از این بر میفهمد که شما یک پیغمبر بر همشون شاهد هستید. خب فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. چگونه به هنگامی که هر امتی را شاهدی آوردیم و تو را بر همه اونها شاهد آوردیم، یعنی یک پیغمبر بر همشون شاهد خواهد بود. آیات فراوانی هست درباره عظمت پیغمبر، درباره اون مقام و رتبه‌ای که خدای متعال به ایشون داد،
ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يا إنك لعلى خلق عظيم که بر بهترین اخلاق شما را حالا خود این پیغمبر با این عظمت و رتبه و مقامی که دارند ایشون میفرمایند که انی قد ترکت فیکم ثقلین که من دو تا گرانبها دارم میذارم میرم یعنی leaving behind two precious entities و مادامی که شما با این دو متمسک باشید داشته باشید هیچ وقت گمراه نخواهید شد بعد از من و احدهما اکبر من الاخر یکی از اینا بزرگتر از اون دومی است یکیشون کتاب الله هست که از آسمان به زمین خدای متعال فرستاده که آسمان را به زمین وصل میکنه و دومی هم عترت من است مادامی که با این دوتا باشید شما نجات خواهید یافت هر کدوم از اینها را شما بذارید کنار گمراه خواهید شد خب بازم این روایت را هر دو نقل کردن هم اهل تسنن هم شیعه در کتاب‌های زیادی نقل کردن و در دعاهایی هم که از پیغمبر هست اللهم هؤلاء اهل بیتی فذهب عنهم الرجس که خدایا ایشون اهل بیت منن از ایشون پلیدی را دور کن و درباره اهل بیت که ایشون را بعد از وفات خود جانشین خود قرار داد فرمودن که ایشون حالا این حرفایی بود که پیغمبر درباره اهل بیت سلام الله علیه فرمودن یکی از آیاتی که بازم در قرآن هست ثم لتسألن یومئذ عن النعیم روز قیامت که میشه از نعمت سوال خواهد شد راوی میگه که من خدمت امام صادق بودم در منزلشون ایشون یه غذایی به من تقدیم کردن خوردم غذا خیلی خوشمزه بود یه دفعه گریه کردم امام فرمودن چی شد گفت یاد این آیه افتادم که روز قیامت که میشه از شما سوال خواهد شد از نعمت من حدس میزنم که همین غذای خوشمزه‌ای که شما به من تعارف کردید شاید همین نعمتی است که خدای متعال ازم سوال خواهد کرد امام خندیدم میگه که من دیدم که اون دندونهای صنایع امام هم دیده شد در این خنده امام فرمودن نه سوال از این چیزا نیست خدای متعال کریمتر از آن است که بیاد از شما بپرسد که چه غذایی چه آبی چه نعمتی به شما داده نعیم اینجا نعمت امامت هست که این لا اله الا الله هم که ما میگیم و این اساس و استوانه توحید ماست اینم بدون امامت ناقصه قبول نیست پذیرفته نیست همون حدیث سلسلت الذهبی که از امام رضا سلام الله علیه هست که این توحید هم به شرطها و انا من شروطها که این توحید هم به شرط امامت پذیرفته است اگر امامت نبود توحید هم ناقصه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم خدای متعال منت نهاد بر مؤمنین منت گذاشته است که پیغمبر عظیم و شأنی را و اینکه بشر را نجات دهد مبعوث کرد اگر بخوایم کسی را بشناسیم یعنی که خب ببینید شاگردان چه کسانی هستن از شاگرد متوجه میشیم که استاد چه استادی بوده که همچی شاگردانی را پرورونده و اونجا میبینیم بهترین شاگردی که پیغمبر پروروندن پرورش کردن امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستن بهترین شاگردشون درباره خود امیر المؤمنین ایشون می فرمند که انا مدینت العلم و علی بابها یعنی در شهر همه چیز هست یعنی هر آنچه که شما بخواهید در شهر هست می خواهید وارد شهر بشی از در باید بیایید فرمود که اون در امیر المؤمنین فمن اراد الحکمت والعلم فلیأت الباب علم بخواهید از تو در باید بیایید حکمت می خواهید از در باید بیایید انا مدینت العلم و علی بابها درباره
خود حضرت امیر وقتی ما میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اهل بیت پیغمبر، ایشون میفرمند که من و علی از یه درخت هستیم. انا و علی من شجره واحده و الناس من اشجار شتا. در دعا نوت به هم میخونیم اینا، و بقیه مردم از درخت های مختلف هستن ولی من و علی از یه جا. درباره خود اهل بیت فرمودن که اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، که هممون محمد هستیم. اول ما محمده، امام 12 ما محمد، هممون محمد هستیم. خب روزهای آخر حیات مبارک پیغمبر که بود، ایشون به امیرالمؤمنین فرمودن برید بازار این 3 تا پیغام را به مردم برسونید. بعد ایشون اومدن گفتن که پیغمبر یه دفعه اومدن وسط بازار فرمودن که لعنت خدا من بر کسی که عاق والدین باشد. بعد اومدن فرمودن که لعنت خدا بر اون کسی باشد که یعنی با صدای بلند گفتن که لعنت خدا بر اون کسی باشی که برده ها و غلامانی را از دست مولا فرار کنند، بر اونها لعنت خدا باشه. باز فرمودن که خدا لعنت کند اونهایی را که مزد اجیر و اجرت اجیر را پرداخت نکردن. مردم تعجب کردن که این چه وضعی، این چه وقتی بود الان که پیغمبر در حالشون خوب نیست، بعد یه پیغامی فرستادن که حضرت امیر بیان وسط بازاری همچی اعلامی بکنن. بعد پرسیدن که الان در این موقعیت این پیام برای چی بود؟ فرمودن که لعنت خدا بر کسانی که عاق والدین هستند، لعنت خدا بر کسانی که برده فراری و غلام فراری از مولایش فرار کرده، لعنت خدا بر کسانی که مزد یک اجیر را ندادند. فرمودن که انا و علیون اب و هذه الامه، من و علی پدر، دو پدر این امت هستیم. و کسی که اطاعت نکند از امیر المؤمنین و از پیغمبر، لعنت خدا بر او باد. فهمودن که من کنت مولاه فهذا علی مولاه، مولای این امت من و علی هستیم. و اونهایی که فرار کنن از مولا که من و علی باشن، لعنت خدا بر اونام باد. اجر رسالتی که من خواستم این بود که بیایید محبت به اهل بیت من داشته باشید، دوست داشته باشید اهل بیت منو. و کسانی که دوست ندارن و فرار کردن، بریدن از اهل بیت من، اجر رسالت منو ندادن. تنها چیزی که خواسته بودم لعنت خدا بر اینام باد. خب از کجا به کجا میرسه این حرفا، این آیات و روایات رو وقتی ما کنار هم بذاریم؟ خیلی القرآن یفسر بعضها بعضا، یعنی بعضی از آیات قرآن تفسیر میکنن بعضی از آیات دیگر را. و السلام علیک یا اهل بیت النبوه، وقتی ما میگیم یعنی سلام بر همه این پکیج زیبایی، تمام این آیاتی که الان ذکر شد، روایاتی که اینجا خونده شد. اذا ذکر النبی فاکثر الصلاة علیه، وقتی به یاد پیغمبر افتادید زیاد صلوات بفرستید به پیغمبر. چرا؟ فانه من صلى على النبي صلاه واحده صلى الله عليه 1000 صلاه في 1000 صف من الملائكه. یعنی کسی که به یاد پیغمبر باشه و درود بر پیغمبر بفرسته، فرمود هر کسی یک صلوات بفرسته به پیغمبر، خدای متعال در 1000 صف از ملائکه 1000 تا درود بر این کسی که یک دونه صلوات بر پیغمبر فرستاده، خدای متعال میفرستد. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خدایا به حق الزهرا و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها،
أسألك أن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. خدايا بين ما قرآن وأهل بيت آني جداي ما ينداز. دعائي كي مؤمنين دارن هر حاجتي كي دارن بحق محمد وآل محمد حاجاتشون دعاهاشون برآورده بشه. عزیزان ما که از دنیا رفتن خدایا اونها را ببخش و بیامرز، اونها را از ما راضی و خوشنود بساز. در ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، اولاد ما را نسلا بعد نسلا از بهترین مسلمانان قرار بده. وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم صل علی محمد و آل محمد. با سپاس از حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیرازی، امیدواریم این مختصر کسالتی که بر وجود گرانقدرتون عارض هست هرچند